تصاویر جدید و دیده نشده از خانم گوگوش در مجلات مد و فاشن که همه رو حیرت زده کرد. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفا قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. تصاویری بسیار زیبا و حیرت آور از اسطوره و شاهمهی موسیقی کشورمون بانو گوگوش همه رو متحیر کرد، در حدی که خانم گوگوش رو الان در لول بسیاری از پیشکسوتان مد و فشن میتوانیم توصیف بکنیم. گوگوشی که تا چندی پیش همه نگران خداحافظی او از صحنه بودند، به یک باره با ورودش با دنیای مد و فشن اعلام کرد که قراره از این به بعد فعالیت‌های جدید خودش رو در حوزه مد و فشن در فاز بین‌المللی شروع بکنه تا مردم دنیا گوگوش جدیدی رو بشناسند و در مورد او بیشتر اطلاعات داشته باشند. خانم گوگوش در مصاحبه‌های اخیرش اعلام کرده و گفته محمود قربانی همسر اول و سابق من بود و بزرگترین و بدترین اشتباه زندگی، اما محمود قربانی یک هدیه خیلی خوب به من داد. هدیه او گرفتن منیجر خارجی برام بود و این منیجر فرانسوی تونست من رو با جهانی دیگر روبرو بکنه. البته خود قربانی هم به من خیلی کمک کرد. او من رو مدام به سفرهای بین المللی می برد و برای من با بسیاری از کمپانیای مد و فشن و همچنین خوانندگی قراردادهای بسیار خوبی میبست. البته زمانی که با قربانی ازدواج کردم، او من را در ابتدا به آمریکا برد و بعد به فرانسه و بعدتر به ایتالیا. وقتی در فرانسه بودیم، برام یک منیجر فرانسوی گرفت و این منیجر آغازی برای فعالیت‌های جدید من شد. یادم میاد خیلی جوان بودم که قربانی به من میگفت گوگوش، نه تنها تو به زبان انگلیسی میتونی آهنگ بخونی و ترانه هات رو در سطح بین الملل اجرا بکنی، بلکه به زبانهای کشورهای مختلف دنیا هم میتونی این کار رو انجام بدی. و خب همش من رو هول میداد به جلو. خب اون در برنامه اجرا کردن و اینها مهارت کافی رو داشت، اصلا شغلش هم همین بود. در همین راستا و در همین زمینه هم در خارج از کشور در امریکا تحصیلات خودش رو به اتمام رسونده بود. محمود قربانی رشته هتلداری خونده بود و خب با تشریفات و برگزاری بسیاری از مراسم ها آشنا بود و میدونستش که برای اینکه یه برنامه بگیره باید چی کار بکنه. به همین خاطر به من میگفت تو باید به زبان فرانسوی و ایتالیایی هم آهنگ بخونی، که برام به همین خاطر یک منیجر فرانسوی گرفت و در واقع یک انقلاب بزرگی در زندگی من بود همین قضیه و گرفتن منیجر خارجی. من در دوران جوانی هم به زبان فرانسوی و هم به زبان ایتالیایی اجرا داشتم و با کمپانی RCA قرارداد داشتم. بعدتر قربانی باعث شد که من با بسیاری از کمپانی های بزرگ دیگر هم همکاری داشته باشم. یادم قربانی من رو خیلی اذیت میکرد و من از دستش خیلی عصبانی و ناراحت بودم، در حدی که انگشتام رو میجویدم، ناخونام رو میجویدم و در واقع وقتی از دستش خیلی حالم بد میشد موهامو تهکوتا میکردم. اون موقع ها میگفتن بهش مدل گوگوشی و فکر میکردن که مثلا من رفتم موهامو کوتا کردم برای یک مدل خاصی. خب همه نمیدونستن که توی زندگی من با محمود چی میگذره و دلیل کوتاهی موهای من که بهش میگفتن مدل گوگوشی دعوا کردن و یه جورای خودزنی و خودکشی از دست محمود قربانی بود، در زمانی که هنوز زنش بودم و ازش یه بچه داشتم، که به لطف اشرف پهلوی و هویدا ازش جدا شدم خوشبختانه. این در حالی بود که آقای محمود قربانی سریعا حرفای گوگوش رو تکذیب کردن و گفتند به هیچ عنوان این قضیه واقعیت نداره.
به این خاطر که شما وقتی با کسی زندگی میکنی نمیتونه که زندگی شما به اجبار باشه، مگر اینکه خود شما یه کرمی داشته باشی و خب یه کاری بکنی که اون زندگی رو به کسافت بکشونی. واقعیت ماجرا این بود که گوگوش وقتی که زن من بود با اون بهروز ناموسوس رابطه داشت. هر وقت به گوگوش میگفتم کجا میری، از کجا میری، از کجا میری، من میگفت میرم خونه یه پوری، دوره داریم، هم نشینی داریم، میخوام برم اصلا میکاپ آرتیستم بیاد اونجا منو گریم کنه، آرایش کنه برای اجرای برنامه، از این مزخرفات. که وقتی من و کامبیز شب تا صبح منتظر گوگوش بودیم، من و گوگوش خانم شب تا صبح تو بغل بهروز خان تو خونه پوری کسافت میخوابیده. و خب وقتی اینو یادم میاد آتیش میگیرم و فقط از این میسوزم که چرا گوگوش نمیاد واقعیت های زندگیش رو بگه و با اینکه خودش مقصر بوده سعی میکنه در مصاحبه هاش دیگران رو مقصر زندگیش جلوه بده. نمیشه که همه ما بد باشیم فقط اون خوب باشه، نمیشه که همه یه دردی داشته باشن، یه مشکلی داشته باشن، تو این وسط گوگوش بی نقص باشه، بی عیب باشه. و خب نمیشه که همه کلاها سر یک نفر رفته باشه، قطعا اون آدم خودش یه مشکل خیلی بزرگتری داشته که همه رو اینجوری جذب خودش میکرده و بعد یک انگ و برچسبی بهش میزده که فلانی ال کرد با من، فلانی سرم و کلا گذاشت. بگذاریم واقعیت ماجرای گوگوش و کوتاهی موهاش دعوا کردن و خودزنی و خودکشیش با من نبوده. گوگوش توسط من با یکی از کمپانیای مود و فشن و با کمپانی RCA که در حوزه خوانندگی و فرهنگی هم در واقع فعالیت هایی داره، از طریق این کمپانی یک قرارداد بسیار مهمی رو در حوزه مود و فشن هم بست. خود کمپانی RCA در واقع چند تا هرکات برای خانم گوگوش فرستاد و در اونجا موهای خانم گوگوش رو کوتاه کردن و عکس گوگوش در مجلات مود و فشن هم چاپ شد که البته خیلی هم بهش می اومد و در اون سالها خیلی هم عکس گوگوش دست به دست می چرخید، هم در اروپا هم در ایران. و خب خیلی از خانم‌ها هم رفتند موهاشون رو در اون زمان مدل گوگوشی در آرایشگاه‌ها می‌زدن و کوتاه می‌کردن. البته هنوز هم این مدل مو مد هستش و بعد از سالها باز هم رها اعتمادی از من تقلید کرده و رفته مدل موهای گوگوش رو باز هم گوگوشی زده. نکنه حالا که گوگوش با رها اعتمادی ازدواج کرده بازم خودزنی و خودکشی کرده که بعد این همه سال رفته موهاشو کوتاه کرده یا به قول خودش خودزنی کرده که مدل موهای گوگوشی باشه. نظر شما چیه؟ دوستان عزیز لطفا نظراتتون رو راجع به افشاگری آقای قربانی در مورد کوتاهی و خودزنی خانم گوگوش در مدل موش لطفا بنویسید. و به نظر شما آیا حق با خانم گوگوش هست یا حق با محمود قربانی؟ لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برامون بنویسید. ویدیو همون رو ببینید، لایک کنید، کامنت بذارید، برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر، در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و دانمارک و نروژ و سایر کشورها لطفا شیر کنید. و در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال های نیوز تیوی رو و فکت نیوز رو و حاشیه مدیا رو سرچ بکنید، وارد کانال هامون بشید، ویدیو همون رو ببینید و برای دوستان و همکارانتون در سایر گروه ها لطفا شیر کنید. با تشکر از همراهی همیشگیتون تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز با شما عزیزان خوش.